قبل از اینکه بفهمیم NFT یا دارایی غیرقابل تعویض یا به اصطلاح حقوقی آن اموال قیمی چیست، باید بفهمیم قابل تعویض بودن به چه معناست. اصطلاح فانجیبیلیتی یا قابل تعویض یا در ادبیات حقوقی اموال مثلی در اقتصاد یعنی اجسام و اشیایی که هر کدام جداگانه قابل تغییر و تشخیصند ولی از هر کدام به تعداد زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، پول یک شیء فانجیبل یا اموال مثلی است. اگر فردی یک تراول 50,000 تومانی داشته باشد، می تواند آن را با هر تراول 50,000 تومانی دیگر یا مثلا 5 اسکناس 10,000 تومانی تعویض کند و این تعویض تفاوتی در ارزش و بهای آن ایجاد نمی کند. اما یک مال نان فانجیبل یا قیمی مالی است که باید منحصر به فرد باشد و از مشابهات آن نهایتا تعداد محدودی وجود داشته باشد و همچنین نمی توان آن را به قسمت‌های دیگری تجزیه کرد. به عنوان مثال، یک نسخه خطی از یک کتاب یا یک اثر هنری اصل منحصر به فرد است و قابل جایگزینی با اثر دیگری نیست، چون ارزش آن با یک نسخه دیگر الزاماً یکسان نیست. حالا با درک این مفاهیم باید بدانیم که در بستر رمز ارزها و محیط بلاکچین هم مانند محیط فیزیکی در کنار انواع رایج پولها اموال غیرقابل تعویض هم وجود دارند. در چند سال گذشته سایت هایی برای خرید و فروش آثار هنری و آیتم های محدود دیجیتال را اندازی شده است که در آنها می توان آثار متنوعی مثل یک عکس، نقاشی دیجیتال، قطعه موسیقی یا حتی آیتم های بازی های کامپیوتری را به فروش رساند. به عنوان مثال، می توان در این بستر قطعه زمینی در سرزمین مجازی یک بازی کامپیوتری را با رمز ارز خرید یا مالک نسخه دیجیتال یک اثر هنری شد. اهمیت NFT یا همان نان فانجیبل توکن در بستر بلاکچین این است که مالکیت کامل اثر منتقل می شود، به راحتی قابل نقل و انتقال و تغییر مالکیت است و به دلیل رمزگذاری ها می توان مطمئن بود که قابل کپی شدن و تکرار و مشابهت نیست. اما یکی از مشکلات آن قیمت گذاری صحیح است. در دنیای فیزیکی راحت تر می توان اثری را قیمت گذاری کرد، اما در بستر NFT ها قیمت توسط فروشنده و گاه با روش حراج تعیین می شود. مشکل دیگر مشخص نبودن هویت فروشنده و خریدار است که می تواند به نقض حقوق مؤلف منجر شود یا با معاملات صوری در بستر رمز ارزهای بانکی راه پولشویی را برای سوء استفاده باز کند. با این حال، با گسترش معاملات در فضای بلاکچین می توان به NFT ها به چشم یک سرمایه گذاری بلند مدت، البته با ریسک زیاد، نگاه کرد. در نهایت، دقیقاً مانند دنیای حقیقی، در دنیای رمز ارزها هم می توانید به جای نگه داشتن پول، زمین مجازی، ماشین مجازی، اشیاء مجازی، آثار هنری دیجیتال یا هر چیز دیگری را خریداری کنید و اگر کمی خوش شانس باشید، با قیمت بالاتر به فروش برسانید.